آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد که در سال 1402 به ازای هر 2.4 ازدواج یک طلاق ثبت شده است. تعداد طلاق‌ها به 202,000 مورد رسیده و این آمار بیانگر رکورد بی سابقه‌ای در طلاق و کاهش شدید نرخ ازدواج در ایران است. کارشناسان مشکلات اقتصادی را عامل اصلی این وضعیت می‌دانند. همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. آمارهای سازمان ثبت احوال ایران نشان دهنده رکورد شکنی بی سابقه در آمار طلاق و کاهش قابل توجه نرخ ازدواج در کشور است. در سال 1402 به ازای هر 2.4 ازدواج یک طلاق به ثبت رسیده که بالاترین نسبت طلاق به ازدواج در تاریخ ثبت احوال است. تعداد ازدواج های ثبت شده به حدود 481,000 مورد رسیده که کمترین میزان در 27 سال گذشته محسوب می شود. در مقابل تعداد طلاق ها به 2,002,000 مورد رسیده که سومین رکورد در تاریخ ثبت احوال است. این آمار نشان می دهد که حدود نیمی از ازدواج ها در سال گذشته به طلاق منجر شده است. بررسی ها نشان می دهد که در دهه 1360 نسبت طلاق به ازدواج کمتر از 9% بود. اما این نسبت در دهه های اخیر به شکل معناداری افزایش یافته است. در دهه 1400 این نسبت به 40 طلاق به ازای هر 100 ازدواج رسید. کارشناسان بر این باورند که بسیاری از طلاق ها ناشی از ناتوانی اقتصادی مردم در تأمین حداقل های زندگی است. تورم و افزایش هزینه های زندگی، بحران مسکن، بیکاری و تغییرات اجتماعی از جمله عوامل مؤثر در این روند به شما می روند. سعید معیدفر جامعه شناس می گوید بسیاری از افراد پس از ازدواج به علت مشکلات اقتصادی در معرض خطر طلاق قرار می گیرند. این وضعیت نیازمند توجه جدی مسئولان و برنامه ریزی های مناسب برای حمایت از خانواده ها و کاهش آمار طلاق است. همراه هستیم با حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی از مشهد. آقای جمشیدی سلام و عرض ادب. آقای جمشیدی، با توجه به افزایش بی سابقه آمار طلاق در کشور و تأثیرات اقتصادی بر این وضعیت، به نظر شما چه اقداماتی باید انجام بشه تا جوانان و خانواده ها از این بحران عبور کنند و به ازدواج های پایدارتری برسند؟ بفرمایید. با سلام و عرض ارادت خدمت حضرت عالی و بزرگوارید بیننده محترم شبکه امام حسین، خدمت شما عرض کنم که جریان ازدواج و طلاق یک مقوله کسرت طلاق خصوصاً در وضعیت فعلی طوری نبود که برای خود ماها و چه بسیاری از کارشناسا غیر قابل پیش بینی باشه. یعنی از قبل هم پیش بینی میشد و تذکراتی هم به مسئولان و مدیران ارشد نظام داده میشد. بنابراین بفرمایید، خب وقتی که افرادی که مهارت لازم رو ندارن، تجربه کافی رو ندارن و بر مصادیقی از امور قرار میگیرن، فکر میکنن که همه مسائل با توصیه قابل حل و فصله. یعنی اگر برفرض قیمت دلار میره بالا یا مثلا تورم ایجاد میشه، فکر میکنن که با توصیه میشه حل و فصلش کرد، که من الان توصیه میکنم که تورم پایین، یا توصیه میکنم که قیمت دلار بیاد پایین و قیمت ریال بره بالا. نه، بعضی از امور توصیه ای نیست، یعنی برنامه ریزی دراز مدت میخواد. خب از جریان افول اقتصاد ایران که دچار بحران جدی شدیم و خصوصا به سبب بنبست‌های مالی که برای جامعه ایران ایجاد شد تحت عنوان تحریم، خب بالاخره توابعش رو ما می‌بینیم. ممکنه که تحریم برای خیلی‌ها منافعی داشت و سودهای کلانی رو از این میان بردن، ولی مردم آسیب جدی دیدن، من جمله همین جریان طلاق‌ها. شما نهایت بفرمایید فرد میره ازدواج می‌کنه، وارد زندگی میشه، خب این زن احتیاج به خونه داره، احتیاج به زندگی داره، احتیاج به تامین وسایل داره. خب اگه فردا بچه‌ای میخواد بیاد، این بچه احتیاج به پوشک داره، احتیاج به غذا داره، احتیاج به شیر خشک داره، پس فرداش مدرسه میخواد بره، این همینطور هزینه ها پشت هزینه میاد پشتبندش. ولی طرف میبینیم به لحاظ درآمد، درآمدش بسیار بسیار اندک شده. من دیروز یک گزارش رو نگاه میکردم که شاه قبل از انقلاب یک منطقه رو میاد در مشهد بسازه، 150 میلیون تومان بودجه تصویب میکنه که 370 خورده خونه بسازن برای کارگرها.
حالا شما حساب بکنید با این 150 میلیون تومان که خونه برای کارگرها میخوان بسازن، الان 150 میلیون تومان چقدر میشه؟ یعنی حجم تورم چقدره؟ من نمیدونم، دوستان ما میگن تورم نقطه به نقطه، تورم نمیدونم فلان 4% 6% 47% 44%، ولی که ما متوجه میشیم وقتی که از یک وسیله استفاده میکردیم در دیروز 35 تومان و الان باید پولشو 400 تومان 500 تومان 600 تومان بدیم، من نمیدونم دیگه تورم چه تورمی است. حالا چه جوری یه خانواده میخواست سر تای زندگی رو جمع کنه؟ پسری بود، ازدواج کرده بود، بعد داشت گریه میکرد، اشک میریخت، یعنی آهش در آمده بود. بعد میگفتیم چی شده؟ میگفت که خانومم حامله هست، دوقلو، من موندم چه کار کنم با این دوتا بچه. هنوز بچه در رحم مادرش بود، این عزا گرفته بود برای این دوتا بچه. چرا؟ چون وضعیتش جواب نمیده. حالا اینی که شما فهمونید چه کار میشه کرد، من معتقدم مسئولین هم بایستید واقعا داره مملکت رو باز بگذارن. درسته که این تحریم هایی که آمریکا ایجاد کرده برای بعضی ها سود داره، بعضی ها و توده مردم واقعا دارن رنج میکشن. یعنی هر کاری که میخواد بکنید، هر جنس رو که میخواد صادر بکنید، هر کاری که میخواد وارد بکنید، با بنبست مواجه میشید، با مشکل مواجه میشید. یعنی مردم در مضیقن، مردم در تنگنا هستن. نمیدونم این رو مردم به چه زبانی به مسئولان و مدیران مملکتی بگن که آقا تحریم ها رو میگن هیچ مشکلی ایجاد نکرده. من معتقدم اگر تحریم ها از سر این ملت برداشته بشه، خیلی از مسائل ما حل و فصل میشه. یعنی خیلی از زندگی ها پر و پا میگیره، یعنی شغل ایجاد میشه، کار ایجاد میشه و خیلی از مسائل حل و فصل میشه. یعنی تنها موزل ما الان بحث طلاق نیست، موزل ما بحث درمان هم هست. یعنی ما برای درمان و مشکلات بیماری هم ما مشکل داریم. یعنی خیلی از داروها رو نمیتونیم وارد بکنیم به خاطر اینکه آمریکا به ما نمیده، به خاطر اینکه تحریمه. حالا به ظاهر میگن آقا تو دارو مشکل نداریم. نه، مشکل داریم. یعنی تو هر چیزی که میخوان وارد بکنن، اگر بر فرض مشکل نباشه، این گروه های اقتصادی که به جان مردم افتادن و مثل زالو خون مردم رو میمکن، خود اینها مانع ایجاد کردن. یعنی مشکلات تحریم یک طرف و زالو صفتانی که به جان مردم افتادن اینها طرف دیگه، خب مشکل رو برای مردم ایجاد میکنن. بروزش رو ما در سطح زندگی مردم میبینیم، ولی در جاهای دیگه یک لایه های از فساد در پشت جریان ها هست. من خدمت شما عرض میکنم طلاقی رو که ما الان میبینیم، آمار طلاق رو به افزایشه، این رویه ظاهرشه. پشت این جریان کلی فساد توی جامعه داره اتفاق میفته. یعنی هیچ تعهد مسئولیتی نداره پسری که خب میبینه اگر بخواد تن به ازدواج بده، میبایستی کل هزینه و مسائل متعدد زندگی رو باید بهش پایبند باشه، خب میره از بیرون استفاده میکنه. خانم هم همینطوریه. یعنی زنهایی که شوهر دارن و هیچ تعهدی ندارن، و مردهایی که زن دارن و اونا هم هیچ تعهدی ندارن، و اینها ریشهش همون فقری هست که در دین ما میگه کادن یکون الفقر و کفر. من این کاده رو میگم بردارید، الفقر و کفر یعنی مساویس با کفر. خب مردم همه چیز رو به هم میزنن. من معتقدم بهترین کار و راحت‌ترین کار اینه که این جریان تحریم ها رو به یک نحوی مسئولین مملکت حل و فصل بکنن. آقای پزشکیان من معتقدم بالاترین مسئولیت رو در این رابطه داره. مردم در تنگناین، مردم در مشکل هستن، و مشکل عمده هم با جریان برداشتن تحریم ها و NIFTF هم بسیار موزل اقتصادی که هست. این رو اگر که بردارن، خب خیلی از مسائلی که دیگه ما داریم حل و فصل میشه. نمیگم مشکل اصلی، ولی خیلی از مسائل حل و فصل میشه. ببخشید برد مدارم. بله، ممنونم از همراهیتون. ممنونم. با تشکر از حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی از مشهد، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.